سلام و وقت شما بخیر. دوستای امروز خواهش کردن که آموزش مربای زردک به ما بگین، چون فصل سرمای مربای زردک کار آمادگی گرفتیم. ببینیم که مربای زردک چی چیزا لازم داره. نخست ما گرفتیم زیر مایتاب، زیر تاوی استیل یا دیگه استیل روشن کردیم که کم گرم شه، چون این زردک ما زردک خلالی یعنی به طریق رنده آماده می سازیم، باید ای او زیاد نمیخوره. به این خاطر ما اول زردک روشن کردیم که زردک یک تفته بخوره. تیغ از زیر علش میکنیم، تیغ رنده شیشت، بسم الله آفرین. یک چیز ناگفته نباید بمانه دوستا، این تفت دادن برای ازیه که شما چون برنده دست زردکر خلال میکنین، به او خاطر باید اول تفت بدین. از ما چون رنده ماشین کمی درشتر ریزه میکنه، ایر باید ما یک کمک او بندازیم، یک چند دقیقه سر از ایر بسته کنیم. شما که خواسته باشین این کارو بکنین، اول باید زردکه به همین حالت خوب تفت بدین و شکر یک جا خودی رو بندازین. به همین حالت اول تفت بدیم، رنگ زردک کاملا عوض میشه به این شکل. بعد از اون شما میتونین که بنده به این شکل ببینید، بعد از اون شما عاجل میتونین که شکر رو اول یک جا خودی بندازین. ولی ما به خاطر از این که رنده بیشتر کمی درشتره، به این خاطر ما کمی او اضافه میکنیم. تا که زردک کمی نرم بشه سر دیگه بکندیم. زردک یک تفت خورد چک میکنیم، اگر نرم شده بود شکر رو اضافه میکنیم. بله زردک نرم شده، آماده شده. گلاب زیر و میده فتن به یه اضافه میکنیم، چون مربای زردک بسیار زود آماده میشه. شکر کاملا عل شد، بوی گلاب هم مکمل، مربای زردک کرده که به حساب دیوانه کرده دیوانه. هنال به مدت 20 تا 25 دقیقه میگذاریم که خود شکری خوب بجوشه و او خورخوش کنه و قیام بیایه.
میگذاریم که خوب شربت به لا بلای زردک بره و شربت شکر بر خود مربا خوب به قیام بیه. بعضو باز او لیمور اضافه میکنیم که شکرک نشه. ایله به ترتیب کشمش و جوز و همگی با ما باشید. میبینیم که شربت کاملا حل شده، شکر نزدیک به قیام کشه، مربا به قیام بیایه. آره اوه لیمور به اضافه میکنیم به خاطر که شکرک نشه. فعلا کشمش به اضافه میکنیم. ما همیشه به خانه عناب اگه میگیریم، کشمش اگه میگیریم، پاک اونا رو میشوریم دوباره خشک میکنیم. این کشمش ها رو از خانه آورده بودم، یعنی پاک صفا ستره. ایل رو به اضافه میکنیم به مربا و ایل دل نسوزونین، ایل رو بیشتر بزنین که عطر مربا خوب عطر سعی بیایه. جوز کمی به صاف میده میکنیم. برای یک چند دقیقه تا که جوز و کشمش اینا کمی نرم بشه و بیشتر بخیم بیه سردیگه بسته میکنیم. حالی ببینید که باید قیام آماده مربا یا نه آماده. بله مربا دیگه تا 5 دقیقه دیگه کاملا به قیامه و آماده میشه. یک 5 دقیقه سر باید فعلا باز باشه. خود دوستای نهایت مهربان، مربا کاملا به قیام آمد، آماده شد. بازم تکرار میکنم یک بار، شما اگر خواسته باشین مربا جور کنین، چون که شما ماشین به اختیار ندارین باید خود رنده و رنده کنین. زمانی که خود رنده رو آماده میکنین باید دیگر اول گرم کنین او رو یک تفته بدین، از امرا شما شکر و گلاب و او از او یک جای اضافه کنین. به مقدار به هر کیلوگرم زردک شما باید 520 گرم به او شکر اضافه کنید و به هر کیلو زردک 200 گرم آب که شما اضافه کنید. درسته، چون که خود زردک هم او میده. باز بعضو که او آماده شد شربت جای افتاد دوباره به او اولیمور اضافه میکنید. بعضو که اولیمور اضافه کردین به ترتیب کشمش جوز اضافه میکنید، با آخر هم ایل از او اضافه میکنید. و زودترین مربایی که در دنیا آماده میشه مربای زردکه.
فلانی آماده شد، من زیر ازیر خاموش میکنم چون ازی بیشتر باید او خشک نکنه و میگذاریم تا این سرد چه. ای که سرد شد بعد از او صرف میکنین و خوب به قیام میایه. هنوزم این شربت مکمل خود از یک جا میشه زمانی که این سرد چه. کم جوز و کشمش و زردک خود شما بگیریم پوف کنین بجلی رو کامل استاد شین نظر خور بدین. و گفته ابراهیم جان میگه برنامه رو لایک کنین، سابسکرایب کنین. از تک تک شما دوستای عزیز ممنون. خداوند یار و یاور شما. تشکر از اینکه با ما بودین. وقت شما خوش. خداوند یار و نگهدار شما.